برهی دیدم برگ خزان پژمرده ز بیداد زمان، شاخه جدا بود شده گل سنگو کرده نهان در رغ و زرش باد خزان، چون پیک بلا بود چون پیک بلا بود. ای برگ ستم دیده پاییزی، آخر چو ز گلشن ز چه بگریزی؟ روزی تو هم آغوش گلی بودی، دل داده و مدهوش گلی بودی. ای عاشق شیدا دل داده ی رسوا، گویمت چرا فسرده ام گویمت چرا فسرده ام در گل نه صفایی باشد نه وفایی، جز ستم ز دل نبرده ام جز ستم ز دل نبرده ام من بار غمش بر دل بنشاندم، در ره او من جان بفشاندم تا شد ما ساکت! عجب گیری کردیم ما. آره عجب گیری کردیم ما. یه بار دیگه قور بزنی جعفر، من میدونم با تو اون موقع فرت فرت میکشیدی بعد فکر حالاش هم میکردی. ایشون چی میکشیدن؟ مامان خانم این چه حرفیه جلوی مردم داری به من میزنی؟ من لب به این آتاشخالا نزدم. منم لب نزدم. منم لب نزدم. نزدید. تو اینجا چی میخوای برای دل ما وایسادی؟ من نماینده تام الاختیار رحیمم، به نیابت از ایشون اینجا تو نظارت کنم چیزی جا به جا نشه. اینا جا به جا نشه؟ بله. مگه چی کار میخوایم بکنیم که ناظر بخواد؟ من شما عملیات رو میشناسم، موقع آزمایش دادن سطح خلاقیت تو تقلا میرسه به سقف. یه بار دیگه به من بگی عملی با کله میام تو صورتت. عملی بلکن آقا، عملی چیه؟ حالا دور و نداره اینقدر، یه رو بگه معلوم شه کی چه کار است. برو جواب آزمایش رحیمو بگیر ببین حاضره. حاضرشه خودشون صدا میکنه. خیلی خوب، من پام درد میکنه میرم بشین. من اصلا موندم، چرا رحیم باید توی بیمارستان آزمایش بده؟ من تو صف وایسم. مریض سکته کرده رو رو تخت بیمارستان بلند کنن بیارن اینجا تو صف واسونن؟ خب همونجا ازش آزمایش میگیرن دیگه. اصلا تو چرا خودت آزمایش نمیدی؟ من که میدونم عملیم، برام آزمایش بدم که به خودم ثابت کنم عمل دارم، نه وقت اینا رو میگیرم نه وقت خودمو. ای محسن چطوری؟ سرت هم ببینید کی اینجاست. آقا سعید به افتخاره. سلام سعید. عمل آقا همو بیشم کامی چه خبر اینجا چکم کنی؟ اجازه دارم استخدام میشم، اومدم عدم اعتیاد بگیرم. مگه پاکی؟ نه بابا، اومدم ببینم کسی رو میتونم پیدا کنم جام آزمایش بده. سعید جا خودم جا آزمایش میدم. آسای کامی جا آزمایش بدم. ساکت! من خودم به جای آزمایش میدم. چی من به خود جا میدم؟ یعنی چی؟ مگه شهر ارته؟ تو پاکی؟ آره میخوای. آره بابا شما پاکی؟ خب معلومه. آره میشه جای من آزمایش بدی؟ نه باباته؟ نه بابا خدا نکنه، اگه بابام بود تو تاله خودم کشته بودم. پاکم نیست. نه بابا یعنی چی؟ یعنی چی؟ عملی. من؟ بله باز گفت عملی. عملی دیگه بسته بسته بکنی عملی بسته عملی بسته. آقا مایی برو نوبت ماست، برو نوبت ماست. دیدی رفتن آقای موجه؟ ما ده قرار داشتیم، الانم ده دیگه. نه خیر، ده و سه دقیقه است، دقیقا همون سه دقیقه ای که وقت شیر کاکائو و کیک قضایی حضرت عالی شد. آقای موجه اگه من یه دونه کیک خوردم شما دو تا کیک خوردین. از گلوم پایین رفت آقای موجه. لحظه ورود کیک به دهنتون رو که من دیدم.
الانم که کیکی تو دهنتون نیست، قاعدتا باید از گلوتون رد شده باشه دیگه. مگه اینکه بعد دهنتون از پشت گلو یه فری باشه که مستقیم بخوره تو معده، که شرمنده اونو من در جریان نیستم. دلقک، تو غیر از مزخرف گفتن و اراجیف بافتن کار دیگه ای بلد نیستی؟ همه زندگی منو دادی رو هوا، بعد مزم میریزی؟ ما فقط دو سه دقیقه دیر رسیدیم، به خاطر دو سه دقیقه که ول نمیکنن بذارن برن. بفرما، ور نمیدارن، رفتن. شاید بالان. تو ندیدی من رفتم همه جا رو نگاه کردم؟ بالا. ما جلوی در محضر قرار گذاشتیم، مکان مقابل درب محضر. اینجا مکانه، اون محضره، این دربه، اینجا هم مقابلشه، اینم ماییم. اونا کجان؟ اونا کجان؟ نیستن، رفتن. سلام. سلام. شاد و پیروز باشید. متشکرم. ببخشید شما چند نفر ندیدین اینجا ایستاده باشن؟ چند نفر؟ مثلا دو نفر. نه. سه نفر چی؟ نه. چهار نفر چی؟ خیر. پنج نفر چی؟ نه. شش نفر چی؟ نه. هفت نفر چی؟ نه. هشت نفر چی؟ نه. نه نفر چی؟ نه. ده نفر چی؟ نه. صد نفر چی؟ نه. صد و یک نفر چی؟ صد و دو نفر چی؟ صد و سه نفر چی؟ صد و چهار نفر چی؟ دلقه که دو. آقا شما بودن چند دقیقه است اینجا؟ یکی؟ دو دقیقه هست. یه دقیقه اومدن وایسادن دیدن من نیستم رفتن. آقای مهاجر مگه میشه یه دقیقه بیان ببینن شما نیستین بذارن برن؟ اینا از اون جور خانواده‌هاش نیستن که، از اون خانواده‌هایی ان که وقت براشون تلاس. دوست عزیزمونم داره حدودی میگه، میگه مثلا تقریبا یکی دو دقیقه است من اینجام. درسته، دقیق که نمیگه که. من 10 و 1 دقیقه اینجا بودم دقیق. شما هر جا میرین دقیق به ساعت نگاه میکنین؟ بله. فقط اگه رفته باشن، فقط اگه رفته باشن، فقط اگه رفته باشن. دلقه کسه قد اصابی هم خوب نیست. فقط اگه رفته باشن، فقط اگه رفته باشن، فقط اگه رفته باشن. دلقه که 4. جواب نمیدن. چرا؟ پادو جام کن. آخ خوشمزه؟ خوبه برمی پس برم تو کارش. خیلی ممنون، منتظر میشیم بقیه هم برسیم. بروی چشمام. عوض میخوام. هم بفهمید. اسپرسو داری؟ بله. دبل. بله. یه اسپرسو دبل لطف کنی. بروی چشم. با یه آب اضافه کنارش. بروی چشم. ببخشید جانم.
موکو هم داریم؟ بله حتما. یه موکو هم بیاریم حتما. ببخشید جانم، یه اسلایس پای سیبم ببینم کنارش. بروی چشم حتما. نه چیزی نیست، بفهم. اسلایس چیه؟ یعنی تیکه. اونو که میدونم. حالا نمیتونستی بگی یه تیکه میخوام؟ نه، چیزی شیک و باید شیک سفارش داد. اسپرسو؟ مگه چیه؟ خب کافی صبحمو نخوردم. چیه صبحتو نخوردی؟ کافیمو. آها، شما هر روز صبح از خواب بیدار میشین کافی میل میکنی؟ بله، نخورم اصلا سیستمم بالا نمیاد. خونه بابات هم کافی میخوردی؟ بله. جعفر هم کافی میخوره؟ مامان خانوم هم کافی میخورن؟ رحیم هم کافی میخوره؟ بله، دونه دونه همه رو باید بگیم. نه، همه صبح کافی میخوریم تا سیستممون لود شه. چیشه؟ بالا بیاد. ولی من بیشتر شنیدم جعفر چای نبات میخوره میاد بالا سیستمش. سلام علیکم عزیزم، یه چایی هم به من بدید. اونم بریم بیچش. ببخشید. بفرمید. خواهشون. مبارک اینشالله. تبریک از میکنم. یکی از بهترین لحظات عمر هر پدری این هست که شاهد عقد فرزندش اونم پسرش باشه. شاهد این هست که پسرش زحمتی که کشیده براش نتیجه میده. ببخشید فرمایشتون رو قطع میکنم. جسارتاً به بنده میاد که پدر ایشون باشم؟ نه، من بابای شما. من معذرت میخوام، بفرمایید. یه طوری شما رفتار میکنید که انگار دوره پیش دانشگاهی داریم میرین. پدر بزرگ چند وقت دیگه نوه‌تون داره به دنیا میاد. ببخشید بفرمایید. مثل اینکه صحبت بنده باعث سوء تفاهم شد. خواهش میکنم. شما نسبتتون با داماد چی هست؟ منطبقیم. یعنی چی؟ یعنی من و داماد هر دو بر هم منطبقیم. داماد خودمم. شاد و پیروز باشی. به به، به سلامتی. انشالله به مبارکی و میمنت. ممنون. خانواده عروس خانم تشریف نیاوردن؟ چرا؟ پس کجان؟ همینجا نشسته. شوخی کردم. قشنگ بود، دوست داشتی؟ نه خیر، اصلا. خیلی هم بیمزه بود. پوزش و شرمساری. پس شما شناسنامتون رو لطف بکنید تو این فاصله اطلاعاتتون رو وارد بکنم. خدمت شما. ممنونم. زمینه به شناسنامتون اضافه کنید. زمینه برای چی؟ قسمت ازدواج شناسنامه جا داره؟ اسم شما چیه؟ مسعود. خیلی بیمزه ای مسعود. یه بار دیگه برای من با مزه خوزی در بیاری مسعود. عذرخواهی میکنم، اسپرسو، موکا و پای سیبمون تموم شده بود، برای همین براتون دوتا فنجون چای آوردم. خیلی ممنون. دوان دوان تا لب چشم رسیدم، نشانه ای از نیونق به ندیدم. تو ای پری کجایی که رخ نمی نمایی؟ بس دیگه آقا، سرم رفت. از داغ قمر هرکه دلش سوزنی نیست، از شمع روحت محفلش افروختنی نیست. در توف حریمش زفلا جامعه احرام کردیم که جامعه بتر دست به خودم باید باشه. آقا آزمایش بده. مگه میشه؟ جفت دار باشه دست به خودم باید باز مایش باید باید باز دست این باید یه لحظه ببخشید ایزه بدیم. اول رحیم رحمتی.
منفی جعفر رو باز کن. بینجی بینم حالا نوبت جعفره. بخون بخون ببینیم چی میشه. جعفر شریفیان. بله. دلین دلین خودت لوس نکن. دلین دلین بخون. مثبت. چی؟ مثبت دیدی مامان خانم معتاد شدی حالا خوشحالی هم نه مثبت یعنی تمام یعنی نه دیگه یعنی اعتیادت مثبته. اعتیاد آری. ببینم جمع عملیان خوش اومدی. تحویل شما مامان خانم باور کنه مامان جان به جان خودم اشتباه شده. دیگه خودت هم عملی بدبخت. چی میگی برای خودت؟ عملی چیه؟ بابا من عملی نیستم این اشتباه شده. ماما خانو این داماد عملی تحویل شده. دیگه اینجا آخره خط گیرت ها بود جفت باست جفت بیا بیرون. نمیام. بیا بیرون باید بیدیم. نمیام بابا برو به نگه با من بکنی من بیرونم با تو. حالا ببین آدم فروش کجا میری؟ جفت محسن بازبون خوش بیا بیرون. ببین اگر گیر من بیافتی چه بزرگ گوشه. میدونم بس خودت بیا بیرون. میدونم ولی مامان خانم اشتباه شد. من عملی نیستم. ببین تهمته باطونه. بیا بیرون بهتون بگم. عروس خانم بنده وکیلم با اجازه پدرم، مادرم و بزرگترهای مجلس. بله سپاس سپاس متقابل. لطفاً عکس. شای مهاجر تو کی اومدی اینجا؟ الان نیم ساعت میشه. عروس کو بس؟ نیومدن که. ای خانم از چی داری عکس میگیری؟ خودشون گفتن عکس بگیرم. بده ببینم از چی گرفتی؟ نگیر دیگه خانم چه خبره آخه؟ ای عکس عکس عکس. خانم همه اینا رو پاک کنید. چشم. پاشو. چرا؟ برای اینکه همسرم میاد اینجا میشینه اون وقت تو هی میای تو ذهنم همه تصوراتم به هم میریزه. پاشو. یعنی چی؟ یعنی چی نداره؟ انتظار دارم یه طاووس اینجا نشسته باشه بعد میام میبینم یهو کلاغه. پاشو دیگه. من کلاغم؟ نه خیر طاووسی. پاشو پاشو ببینم. قربان عذرخواهی میکنم میشه بپرسم دارین چیکار میکنین؟ خواستم دو سه تا دونه فندق بشکونم بزنم تو عسل بخورم که این شیرینیایی که خوردم هضم بشه. ولی متاسفانه اینا دکورن. آقای مهاجر پس چی شد؟ الان 1:10 است که ما منتظریم. عروس داماد بعدی هم دارن میرسن. الان خودم حضوری میرم دنبالشون.
چرا خاموش کردین؟ ببین مسعود، یه زنمو با هویج بستنی به کشتن دادی، دیگه نمیذارم این زنمو با کیک و شیر کاکائو ازم بگیری. ببخشید اینا مهاجر خانواده همسر شما سر قرار نیومدن تقصیر منه؟ اون چند دقیقه ای که کیک و شیر کاکائو خوردی اگه نبود الان من عقد کرده بودم تموم شد رفته پی کارش. مهاجر ما 2 ساعت جلوی محضر منتظر بودیم، اونا اصلا نیومدن. اومدن چند دقیقه هم وایستادن دیدن داماد نیومده، پشیمون شدن رفتن، فکر کردن داماد بدخله. دیگه من به کی بگم که مشکل داماد نبود، ایراد داماد داماده. آقای مهاجر شما 2 ساعت صبح حمام کردنتون طول کشید، 1 ساعت کت شلوار اتو کردنتون طول کشید، 1/2 ساعت گل سفارش دادنتون طول کشید. اونو که تو گفتی، اونو تو گفتی. من 1 دقیقه رفتم شیر کاکائو و کیک گرفتم، تا 2 تا کیک و شما خوردین، نصف کیک منم شما خوردین، حالا همه کاسه گوزا رو میخواین سر من خراب کنین. عجیبه مسعود جانم، فقط دلم میخواد این وصلت سر نگیره عزیزم. یعنی یه کاری میکنم تا آخر عمرت هر وقت کیک و شیر کاکائو دیدی یا یاد من بیفت. الان قسمت درشو متوجه نشدید یا بستنشو؟ ببخشید یه چیزی گذاشته پشت در که در بازه میشه. بیمارم؟ عملی هم. یعنی باید عمل بشن؟ خانم عملی، معتاد. البته معتاد هم بیمار محسوب میشه، مجرم نیستن. مهم اینه که الان رفته تو اتاق، در بسته، بیرونم نمیاد. آقای سلیمی هلو؟ یه بیماری گویا رفته تو اتاق، در رو خودش بسته، میشه رسیدگی کنی؟ کدوم اتاق؟ اتاق 109. اتاق 109؟ همینه دیگه، 11 فوم بابا 15 11 همینه. خب این 15 است، این 13 میشه. حتما بعدی، مگه شما قبلا نیومدی؟ یه بار بیشتر نیومدم که، همه حواسم معطوف به اصل ماجرا بود. اینا حاشیه است. بله خودشه. همینه؟ بله 11. اینکه؟ چیزه؟ چیه؟ شاید من اشتباه میکنم، اجازه بده. نه همین 11. آها این مال همسایه بالاییشونه، همسایه بالاییشون فوت شده، مال خودشون نیست. همسایه‌ش خونه بیگداییه. خب مال همسایه بغلیه، جیران نداشتن، مردونه رو اینجا گرفتن. و زنونه موجه، مگه فامیلیشون رجبی نیست؟ این هم رجبیه دیگه. اینجا این همه فامیلی نوشته، تو دیر دادی به رجبی جهان دیده، روتن، دانایی، جعفری. تمام این فامیلی ها به رجبی تحصیلیت کردن، چرا قبول نمی کنیم؟ اینا امروز قرار عقد داشتن، بعد همین امروز فوت میکنن؟ آقای مواجه، معمولا کسی که داره فوت میکنه قرار رفتنشو با اطرافیان هماهنگ نمیکنه. معلوم با شما هماهنگ کرده بودن؟ مسعود مزخرف نگو، الان میریم تو به همسایشون تسلیت میگیم، به عروس خانم میگیم تشریف بیاریم، با هم میریم سر شغل عقد. تمام. سلام آقای دکتر. سلام. با ما اینجا چی خواهم کنیم؟ اومده که عرض تصویت بگیم و بریم. بچی؟ مگه خبر نداری؟ اما یه خانمه تو فوت کرده، هر گل که بیشتر به چمن میده از صفا، گلچین روزگار رمانش نمیدن. موسیقی
تا زبون خوش بیا بیرون. نمیام. کم آروم اینجا بیمارستان. بیا بیرون دیگه. گویی چی نگو که هرچی میکشم از دست توه. برو بابا. خودت برو. من بیام بیرون میدونم با چی کار کنم. هیچ کاری نمیتونی. قیافش رو نگاه کن. آقا بسته دیگه، چه خبرته؟ آقا نمیشه. تکون نمیخوره. بابا خب اینو نزنید بهش کنی. این اتاق وی آی پیه، شیشهش نشکنه. آها. جعفر خودت بیا بیرون. من بیام تو رو از اون پنجره آویزونت کردم ها. مامان خانوم این اتاق وی آی پیه، شیشهش هم نشکنه. حالا اگه میتونیم بیای تو. منم هیچ جا نمیرم، همه چی اینجا دارم. دستشویی داره، توالتش اون پشت یخچال داره، همه چیه. چی شده؟ جعفر چی کار کرده؟ جواب آزمایش مثبت در اومده. این موش رفته تو سوراخ. مثبت شده. بیا بیرون ببینم جعفر. بری گوش بده. تو این یه تیکه کاغذ رو قبول داری یا حرفای منو؟ اون یه تیکه کاغذ رو. اینا نقشه کشیدن، جواب من و رحیم رو جا به جا کردن. چرا جرزنی میکنی شما؟ ببخشید دیگه چی جا به جا کردم؟ من بابام یه عمر مثل یک عملی واقعی واسه بود، گفت من عملی هم. من تا وقتی که یک مامان خانوم و مهری اینجا وایسادن، دو ازم اعاده حیثیت نشه در رو وا نمی کنم. این آقا بیمار معمولی نیستن، داروشون رو باید بگیرن. خب مگه چی شه؟ سلام. این آقا رفته داخل، بیرون نمیاد. ایشون کیه؟ ایشون رئیس بیمارستان است. سلام علیکم. سری بیاین بیرون. من نمیام بیرون، کسی هم نمیتونه بیارتم بیرون. زنگ بزنیم بالا بیان ببرنش. حالا هیچ کاری هم نمیتونیم بکنی. میدونن مریض این اتاق کیه؟ نه نه. کیه؟ ایشون پدر یکی از مسئولین هستن. ببخشید مرحوم چند سالشون بود؟ 92 سال. آه خب پس هیچی. ببخشید مراسم خاکسپاری کی هست؟ همون خارج از کشور زندگی میکردن، همونجا هم دفن شدن. یه 40 سالی میده که بابا با غرب. پس واقعا خب پس منظورشون اینه که دیگه یه عموی 92 ساله خارج از کشور دفن شده، یه قهر که دیگه خیلی این کارا رو لازم نداره دیگه. ببخشید من نظرم اینه که زودتر بریم محضر، 10 دقیقه ای قال قضیه رو بکنیم و برگردیم بیرون. عموی ما مرده، اینا چی دارن میگه؟ منظورم این بود که سریع میریم برمیگردیم مراسم عزاداری رو از نو شروع میکنیم. دوباره سلام عزیزم. واقعا ترده میگه امروز احساس میکنه خیلی حالش بهتره. خوشحال نشدی؟ چرا؟ چجوری آخه؟ عزیزم حالا بعدم بهت بایی نمیدونی چه حالی دارم. ترانه احساس میکنم امروز بهترین روز زندگی منه. آبرومو رفت، قدش اون اجاله بوبویی کی بود؟ تلایی بلایی بوبویی چکه؟ اجاله بوبویی اجاله این چی؟ ترانه بود گوشی رو گذاشته رو دل اشتده بچه رو بشتنم. بچه دو ماهیشه، چجوری از شکم صداش میاد؟ الو مسعود قدش کن باشه خود بود بلنه بچه چنده
عبد عبد بخشید چه کنی؟